آغاز بزرگترین رزمایش مشترک پدافند هوایی کشور مدافعان آسمان بلند. بزرگترین رزمایش مشترک سراسری پدافند هوایی کشور با عنوان مدافعان آسمان ولایت چهار در محدوده وسیعی از مناطق عمومی و عملیاتی شمالی شرق، شرق و جنوب کشور آغاز شد. همونطور که در ابتدای خبرها به آگاهیتون رسوندم، بزرگترین رزمایش مشترک سراسری پدافند هوایی کشور با عنوان مدافعان آسمان ولایت چهار در محدوده وسیعی از مناطق عمومی و عملیاتی شمالی شرق، شرق و جنوب کشور آغاز شد. برای اطلاع از آخرین جزئیات و اهداف برگزاری این رزمایش ارتباط برقرار می‌کنیم با آقای مجید اخوان که در محل این رزمایش حضور دارند. آقای اخوان، ضمن عرض سلام، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم. خیلی متشکرم. دقیقاً 15 دقیقه گذشته، یعنی حدود رأس ساعت 9 بامداد، رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 4 با اعلام رمز یا محمد رسول الله از سوی فرمانده محترم قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شد. این رزمایش به نوع خود و در نوع خود یکی از بزرگترین رزمایش‌های برگزار شده در تاریخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، چرا که رزمایش سراسری و مشترکی هست که با حضور چند هزار نفر از یگانها و افراد و نیروهای مسلح کشورمون از جمله پدافند هوایی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی و نیروی انتظامی و بسیج مردمی شکل میگیره و در وسعت نیمه شرقی کشور، یعنی از شمال شرق، شرق و جنوب شرقی کشور این رزمایش برگزار میشه. در وسعتی حدود 850 هزار کیلومتر مربع از وسعت 1 میلیون 648 هزار کیلومتر مربع خاک ایران، یعنی تقریبا نیمی از وسعت خاک جمهوری اسلامی ایران رو پوشش میده. این رزمایش به دلیل اینکه برای نخستین بار به صورت سراسری و مشترک داره برگزار میشه، از یک جایگاه ویژه برخوردار هست. تمامی طرح‌های مقابله با انواع تهدیدها به ویژه در رابطه با تهدیدهای هوایی در این رزمایش تمرین میشه و امروز که نخستین روز رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت چهار هست، گسترش و استقرار نیروهای عمل کننده در همین طرح‌های تاکتیکی تمرین میشه که از جمله میشه به گسترش سامانه‌های پدافند هوایی، راداری، موشکی، شنود، توپخانه‌ای و دیدبانی و همچنین به چالاکی و چابکی و هوشمندی نیروهای شرکت کننده در صحنه نبرد اشاره کرد. از جمله ویژگی‌های مرحله نخست رزمایش بزرگ حضور جنگنده بمب‌افکن‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هست که در قالب نیروهای نارنجی و یا به عبارتی دشمن فرضی در مرحله نخست این رزمایش حضور پیدا می‌کنند و وظیفه انواع سامانه‌های راداری و دیدبانی رزمایش بزرگ ولایت آسمان ولایت 4 این هست که این حضور رو رصد بکنند و به شبکه یک پارچه پدافندی کشور اعلام بکنند. باید به این نکته رو هم خدمتون عرض بکنم که مرحله نخست این رزمایش با هدف حصول اطمینان و کارایی شبکه‌های ارتباطی و تبادل به موقع اطلاعات میان سرپنجه‌ها و مراکز کنترل منطقه هوایی پدافند انجام خواهد شد. بالاخره این رزمایش امروز کلید خورد و به مدت 4 روز در نیمه شرقی کشور برگزار میشه و در روزهای آینده از مراحل بعدی رزمایش بیشتر برای شما خواهیم گفت.